مهر خدا همیشه با من بوده، سپاسگزارش هستم. همیشه سندا رو برای من میاره. خب موقع ما سند داشتیم، گفتم مثلا با عمویی همسلول بود از رهبران حزب توده تو زندان، زن درس میخونده بیشی رو. بعد خارج اون موقع گفتم اگه رفته نجف و کربلا و اینا رفته، اونجا حکومت تا جمهوری شوروی بوده، صدام حسین کمونیست، بعثی اینا سوسیالیستی بودن، همپیمان روسیه بودن، درس کمونیستی رفته خونده. اینا آدمای اونا هستن. باشه، همه این نیروهایی که ضد شاه بودن از دم شما بگیرید اینا آزواری بودن. آمریکا نیرو نساخت علیه ایران، اسرائیل نیرو نساخت علیه ایران. وقتی که دم به زنگاه شد اینا رو خر کردن، همه کشور اومدن تون. گفتم وقتی که شاه نمیخواد بکشه، خب ما فهمیدین همه اینا کمونیست بودن. از جبهه ملی شما بگیر تا کنفدراسیون بگیر تا سازمانهای نظامی که تشکیل شد بگیر، همه اینا کمونیست بودن. علی خامنه‌ای هم کمونیست بود، تازه یکی از اینا بود علی خامنه‌ای. حالا سندش اینه که من احساس این همون موقع هم گفته بودم، این کرده بودم که تا مسکو باید رفته باشه. وقتی یه بار ما این رو گفتم اون سالا، بعد سنده هم دیگه وجود نداشت، چون ما سنده یه جایی دیده بودم دیگه نداشت. ما گفتیم خب این دیگه میذاریم کنار. ولی من همیشه یادتون رو ببینیم، من مثل سرچ کلارس فیلم دنبال میکنم. من وقتی که ارتباطاتم قوی شد با برخی از شخصیت ها در روسیه، برخی که میگم چند تا انگوش شما را ما روسی بوزیستیم، ما باید چیز ما آزاد مستقل ایرانی ایرانی و فقط برای ایران هر جا میرم. ما از هم پرسیم گفتم این دانشگاه هست، میگن دانشگاه پاتریس لومومبا. این پاتریس لومومبا که هست، این جریانش چیه؟ تا ای که چند سال پیش پنجاهمین سال تولدش یه جشن کرد. این دانشگاهی در مسکو به نام پاتریس لومومبا، تیترش هم اصلا دانشگاهش هم اینه که از زمان اتحاد جمهوری شوروی ساخته شده، که این برای اینکه در جهان رشد پیدا بکنه اندیشه اتحاد جمهوری شوروی کمونیست، نه اونجا آدم تربیت میکنه. یعنی دانشجو میره اوتو، شروع میکنن بهش تحصیلات درس دادن، انتخاب هم میکنن، باید یارو عادی بیفته مثلا سید باشه خیلی خوبه، علی خامنه‌ای هم باشه دیگه شاهکاره، سید بعد محمود عباسی فلسطینی است، محمود عباسی از اوناست. خیلی از اینایی که توی چیز همین پاتریس لومومبا که اسمش رو گذاشتن، که ما یک موقعی گفتیم پاتریس لومومبا، او لولا پاتریس لومومبا، اینا همه اونجا درس خوندن و اصلا ماموریت یافتن برای اینکه مملکت خودشون رو بدن در واسه در اختیار روسیه کارشون. چون سابق اینا میمدن حضور پیدا میکرد توی ایران، بعد تو اگه تظاهرات میکردی خودشون تا 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 بس بلوله تو میرفتی تو مسجد گوهرشاد، مسجد گوهرشاد چرا با میزد گنبد بارگاهش هم داغ میکرد، تو را موتی میکشت بدبخت، یادت رفته بیچاره مطالعه نمیکنی. خب الان به جایی که خودش بیاد تو رو تق 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 بکشت تو مسجد گوهرشاد هم دنبالت بیاد بکشتت، اعدام میکرد انگلیسی ها اونجور اعدام میکردن، ایرانی ها رو اونجا بیا ببین عکسش هست. خب اینا بعدا نمیدن رفتن نوکر، گفتن نوکر ایرانی که همال متاسفه، چون ما ایرانی اصیل که کم داریم، اکثر اینا هم میزه ترک هم که فردوسی میگه. خب چند جام که تازه که اصلا مملکت، چون که عربستان سعودیه که نجف و سامره و کربلایی که اصلا ایران که اینا قدرت بگیرن اونجا بیان ترتیب بدن دشمن ما بودن هستن. خب این توی دانشگاه اصلا جاسوس تربیت میکنه که اینا برن اونجا بشن رئیس جمهور و فلان اینا، بعد برن مرافع اینا تعمیم کنن. اصلا برای همین هست این دانشگاه. حالا اینها وقتی که پنجمین سالش بود چند سال پیش، یک رپورتاج تهیه میکرد، یارو دختره توی رپورتاج برداشت گفت که آره شخصیت های زیادی اینجا بودن درس خوندن تشکیل رفتن، از جمله خود همین محمود عباس و علی خامنه‌ای رحمت الله علیه. Foreign students, and the date 1960, the date of the foundation, is very significant because that's where many African countries gained their independence from colonial powers, and this university was a chance for them to acquire skills and to learn from the experience of the back then Soviet Union and establish ties. Among the alumni, there are many notable high-level politicians, for instance, the Supreme Leader of Iran, Ali Khamenei, as well as Mahmoud Abbas. The leader of the Palestinian Authority. And over the years, many alumni say that the goals of the university have not changed much. من میخواستم چون بعدا نیرم از رو سایتش اینا برداشتن اخته همینی که با من هم مصاحبه کرده میکنه تلویزیون جهانی اینا ایرسو در رو سایتشون هم برداشتن دیگه رم. من شروع کردم با او تماس بگیر با او تماس بگیر، حتی با رئیس دفتر
پوتین. گفتم به آقای پوتین درود گرم من رو برسون، بگو پوتین رئیس ارته توی ما از پرسیدیم که گل رپورتاج درسته یا نه، چون نمی پیداش نمی کنیم و جواب نمیدن. حالا نگفتیم که چون اسم علی خامنه‌ای میگه که اونا بی دقت نمی کنن، چون آدم چی کردن، چون آدم خامنه‌ای اصلا به جون بچه ها به جون شما قسم اینا رفتن از پوتین هم پرسیدن، پوتین هم میدونه اسم خامنه‌ای هست، چون پوتین هم میدونه که دیگه دوران علی خامنه‌ای تموم شده، تموم شده ماموریتش. با جوشی که دیگه بود دو سال بود من اینو پرسیده بودم، تا اینکه هفته پیش به من پاسخ داد. خب من با افراد زیادی با انگلیسی من که روسی بلد نیستم، ولی اون اطرافیان پوتین و در قدرت و اینا یا فرانسه کم بودن حرف بزنن یا انگلیسی، بعد عرب هم توش بود که عرب زبان، یعنی روسه یا رو، ولی عربی هم حرف میزنه. حالا ما جو عربی هم حرف میزنیم، از یکی از کسایی که خیلی نزدیک بهش و خلاصه اطلاعات داره و ایشون هم به زبان عربی پاسخ من داده. گوش کنید، گوش کنید پاسخو. تحیاتی تحیاتی سید داوید، کیف حالکم؟ نعم هذا التقرير، نعم هو يبين انه این گزارش مصور من قبل قناة ومراسلة أرتي إنترناشنال، ولكن أنا أرتي احتفالات ب 50 عام لتأسيس هذه الجامعة كانت في عام 2000 بشهر نيسان، فهذا يعني أنه حدث، هذا الحدث كان قبل سنوات. خب دیدید عزیزان من، دیدید این هم دیگه سند، سند این قصه قدیمیه، خیلی وقت پیشه دیگه، امروز بایست این راز رو برملا کنیم عزیزان من که شماها ببینم تا کی میخواین پیرو یک مشتازی مزدور شرق و غرب باشید. من این پرسش رو گفتم بهتون بارها، سالها بود که کرده بودم از جاهای مختلف، و این تلویزیون و این دانشگاه زیر نظر دولت و شخص رئیس جمهوره، یعنی 1960 انجام فوریه که این دانشگاه تأسیس شد به فرمان دولت اتحاد جماهیر شوروی بود و تا الان هم زیر فرمان بوده، و گزارشم که اخته آختی پخش کرده در 50 سالش بر همین است. حالا من پیش از این از ایشون پرسش کرده بودم. مرحبا سرزمان، هذا التقرير رپورتاج هل صحيح نشرت من تلویزیون تبعكم ام لا؟ ساشکر كثيرا. من پرسیدم، دارم میپرسم که آقای بار چند سالی که دارم میپرسم، متوجه میشین شخصیتی متفاوتی هم پرسیدم، و به هر حال پاسخ هم چند وقت پیشه، اینا رو براتون نگه داشته بودم، الان دیگه بایستی پخش میکردم که شما روشن بشید این آقا مزدوره. سید علی خامنه‌ای تازی آموزش یافته برای که ایران رو نابود کنه عزیزان من. البته اونا وقتی که اینو ایران رشد دادن، مسجد با لاشم بهش دادن، مسجد کرامت بهش دادن، با نیروهای چپ در تماس بود کار میکرد، اینا هرگز فکر میکردن رهبر جمهوری اسلامی بشه، اصلا شاهنشاه بیفته بیاد، میگفتن همینطور به من یه آخوند، این آخونده چون برن بالا. در مسجدی در چهارراه لشکر مشهد آقای موسوی خراسانی اونجا امام جمعه بود، دیدم این اونجا نشسته، گفتن یه آقای خامنه‌ایه. اولین بار بود من میدارش، همون تازگی هایی بود که از مسکو برگشته بود، شوخی میکنم چون ایشون بین سال های 1338 تا 42 بین این 4 سال در مسکو بوده، متوجه میشین. البته به دروغ هم تو خاطراتش میگه من قم بودم، تو قم درس میخوندم، بعد بابام گفت پسرم پاشو بیا مشهد، من ناتنهام. باباش 3 تا بچه، 5-7-8 تا بچه داشته، بچه باباش، دختر و پسر، این چی کار داشته که بگه پاشو بیا؟ این جای دیگه بوده، مسکو بوده که بهش میگه پاشو بیا، حاضر هست؟ مسکو بوده. ریشه تاریخی هم اینو با اونجا دارن، باباش میگه که پاشو بیا، پا میشه میاد، نشاط دکتراشو نمیگیره مثلا، ولی ماموریتشو میگیره دیگه، درسش اونجا خونده. بعد خیلی جالبه بدونید این دانشگاه که 5 فوریه 1960 برای
همین جاسوس پروری